شنوندگان ارجمند، در ادامه خبرها و گزارش‌های مربوط به ایران توجهتان را به این گزارش جلب می‌کنم که در ایران مسعود ضریبافان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌گوید در صورتی که نهادهای امنیتی تأیید کنند ندا آقا سلطان بر اثر دسیسه‌های دشمن کشته شده باشد، خانواده وی تحت پوشش این بنیاد قرار می‌گیرد. پیامی از میان در گفتگوی تلفنی با مادر ندا آقا سلطان نظر وی را در این زمینه جویا شده است. من بولت دیروز شنیدم یکی از روزنامه‌های داخل بهم زنگ زدن و یکی از روزنامه‌های امروز خودم خوندم نوشتم تو چیزی رو، ولی من تحت یه شرایطی اگرم که همچین چیزی نیست که بچه من دسترسی باشه و کسی رو کشته باشه، من هیچ وقت تحت پوشش بنیاد شهید قرار نمیگیرم و نخواهم گرفت. اصلا همچین چیزی نیست. من ندا رفته برای مملکتش، ندا نرفته که برای من درآمد ماهیانه واقعی برای من درست کنه، هر ماه بیاد پول از کیسه من حقوق بده. و اگرم ندا اینجا میگن شهید شده، رو سنگ قبرش مردم اومدن با رنگ قرمز نوشتن شهید. چرا میرن پس اسم شهید رو پاک میکنن، کلمه شهید رو پاک میکنن؟ البته آقای ضریبافان رئیس بنیاد شهید روز گذشته اعلام کردن که تصاویر مربوط به کشته شدن ندا نشان میدهد که او بر اثر دسیسه مخالفان و دشمنان به قتل رسیده، ولی آقای احمدی نژاد در مصاحبه با رسانه‌های خارجی مرگ ندا رو مشکوک قلمداد کردند. نظر شما چه سر این باره؟ نه، ندا مثل سهراب و اشکا مثل بقیه بچه‌ها مرده. هر کدوم بچه‌ها اونجوری کشته شدن، ندای منم همینجوری. هیچ دسیسه‌ای در کار نیست. اصلا دقیقاً ندا مثل بچه‌های دیگه مرده. هیچ فرقی نمی‌کنه. ندا اومد فرار کرد، اومد بیا تو کوچه سوار ماشین بشه. ماشینش هم تو فاصله 26 متری اونجایی که افتاده ماشینش بود. 26 قدمی. اومد به حال عنوان کردن که تحت پوشش بنیاد شهید قرار خواهید گرفت تا خسارت وارد جبران شوند. از مرگ ندا به عنوان خسارت نام برده شده. من اگر آقای عزیزم اگر دنیا رو به من بدن، من وقت قبول نمی کنم. یعنی دنیا رو به من بدن بگن برابری با یک دونه موی ندا رو نمی کنه. اصلا نمیتونم همچیز رو قبول کنم. ندا رفته با پول رو نمیدونم درآمد ما، یعنی هیچ چیز قابل جبرانه و نه دیگه نه هیچ. من فقط میخوام قاتل پیدا شه به سزای اعمالش برسه. مهم این که دختر من ندا پیش خدا مقام پیدا کرده، پیش مردم ایران و دنیا. برای من این مهمه. از اینکه جایی سخت بشه ندا شهید شده برای من اصلا ارزش نداره. واقعا برای من ارزش نداره و منم هیچ وقت همچین کاری رو نمیکنم. زیروبار همچین چیزی هیچ وقت نمیرم که اسم ندا جایی سخت شه به عنوان شهید. شهید پیش خدا شده و مردم برای من همین کافیه. بینندگان عزیز، به آگاهی می‌رسانم که امشب در برنامه دو روز اول آقای علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار مستقل در لندن حضور خواهد داشت و ضمن بررسی مهمترین تحولات ایران و منطقه به سوالات شما نیز پاسخ خواهد داد. دو روز اول به میزبانی همکارم بیژن فرهودی ساعت 9 امشب از تلویزیون صدای آمریکا. فراتر از هر کتاب شعر، ملاقات با شاعر در خانه و خلوتش فرصت مغتنمی است. محمد جلالی نیم سحر در حومه پاریس سکونت دارد و انتشار همزمان سه کتاب او، گفتمان الرجال، قصه ما راسته و داوری که در محاق